قسمت چهارم، رویای نامری. همچنان فصل بهار بود و آغاز سرزندگی طبیعت. عظمت پروردگار را ببین، گاه طبیعت از برف سفید زیبا می شود و گاه هم از شکوفه درختان، و چنان طبیعت گوارا را ایجاد می کند که گاه چشم ها حیرت زده و سوی سبزه های نو قد کشیده می بیند و گاه هم شگفه رها را می بیند که چطور در اندک بادهای رقصان در هوا پیچ تاب می خورند و جدا می شوند از درختان. آخرین روزای شگفه های درختان زیباترین منظره را می سازند، چون برگ ها رو به سبز شدن هستند و هوا هم گرمتر. آهنگ بلند گذاشته بودیم میان درختان با شکوفه های سفید. هر کسی در جنب و جوش خودش بود و نگاره برداری می کردن و همه مست و سرزنده بودند. کنار درخت جست گرفته بودم که عکس بگیرم، که با تکان در شدن شکوفه ها بر سرم، با کنارم شمس شاخه را تکان می داد و گفت: خواستم نگارت را زیباتر کنم. خیلی ممنون. گلم خشک شد و چیزی بیشتر گفته نتانستم. دیگر حرف بین ما رد و بدل نشد. برای لحظه پروانه سزد آهای دوتایی نگاره بندازم، طرفش دیده روان شدم و خندیدم، گفتم: نه جانم. شمس صدا زد: همینطوری می روی سنم. پروانه پیش حرفی کرد، گفت: نه، منتظر بحث شما دو تا در اینجا می شینم. بعد خندیده گفت: به خدا دو تا پرگویی که یک جا شوین مغز یک عالم آدم هم می خورین. براحتی و هیچ خسته هم نمیشین. من میرم تا کتابخانه، کمی کار دارم. با ساعت بعدی میبینم در صنف. پشت به ما شد و رفت. شمس نزدیک شد و گفت: میشه چند دقیقه گپ بزنیم؟ روبرو کردم و گفتم: میشنوم. نمیشه جایی بشینیم؟ خب قدم میزنیم و تو هم گپ بزن. بارا رفتن از گپ که نمیمانی. خندیده گفت: نه به یاری خدا، چشم عسلی من. از شنیدن چشم عسلی خندم گرفت. فقط به لبخند اکتفا کردم و بی توجه حرکت کردم. شمس هم آهسته آهسته دنبالم راه افتاد و از محوطه درختان شکوفه دار دور می شدیم. گفت: کم گپ شدی سنمی، یک چیز خوب بگو. یا از گفتن چشم عسلی تعجب کردی؟ دقیق روبرویم استاد و گفت: میگم سنم، تا حالا متوجه شدی چشمانت خیلی زیبا هستن؟ مثل سیاره درخشان است که هنوز کشف نشده، هرچی ببینی قشنگتر میشه. مگر خداوند چطور ساخته تو را که این همه زیبایی؟ سنم، تو خیلی زیبایی تعریف میشی، مثل یک کهکشان بی انتها هستی، هرچی بگویم از تو کم است. بی توجه به تعریفش گفتم: بفرما، خودت که وقت گرفتی برای گپ زدن، حتما میخوایی چیز مهم بگویی. با گفتن بله با قصه شروع کرد که حالات پرمشغله را میگذراند و تمام سعی تراش خودش را می کند تا در امتحان رقابتی موفق شود، و این که من باید کنارش من حیث تشویق کننده باشم. چون از من انرژی مثبت می گیرد، و این که امروز هم به خاطر کار رسمی اداری به دانشگاه آمده بود و گاه هم از علاقهش به من می گفت و گاه هم از اهداف خود در آینده می گفت. آن هم خیلی امیدوارانه من را در کنارش مجسم می کرد.
غرق در گفتگوهای هم به یکی از پارک‌های داخل دانشگاه رسیدیم. یکی از چوکی‌ها را انتخاب کرده نشستیم. نمی‌دانم چطور اما 2 ساعت گذشت از گفت و شنودهای ما. و جالب اینجاست که در این میان اصلا حرفی از خود ما نگفتیم. همش در مورد اجتماع و مردم حرفیدیم. با تماس پروانه از دنیای گفتگو با شمس خارج شدم و متوجه شدم صنف را از دست دادم. جواب پروانه را با گفتن بله دادم که فریاد زد: آی دختر، صنف خود تمام شد. حالا خانه می روی یا خیر؟ شام می شه حالا. نگاهی به ساعت انداختم، گفتم: پری، نزدیک دروازه منتظر باش، زود می آیم. با گفتن اوکی قطع کرد. از شمس خداحافظی کرده بلند شدم. می خواست همراهیم کند اما نگذاشتم و حرکت کردم. براه افتادم اما حواسم به حرفهای شمس بود. ناگاه از اطرافم و عابرانم می رفتم. هوا کمی فرق داشت نسبت به هر روزی. همه جا را کمی روشنتر می دیدم و حیران با چشمان سبز شمس را می دیدم. خنده هایش را، ژست گرفتن هایش را، موقع صحبت کردن و آن گردن بلندی او، تون صدایش و دندان هایش، همش برایم جالب بود. خودش گفت دیدنم کار خاصش بوده است. چقدر جالب. با همی افکار بودم که پروانه از دور طرفم دست نشان می داد. وقتی نزدیک شدم گفت: دختر، تو دیوانه شدی؟ از کجاست که می بینم با خودت خنده کده می آیی؟ خندیدم. با خودم گفتم نبودی که می دیدی وقتی بدون داشتن حس با یک نفر در مورد آن صحبت کنی چقدر جالب است. رو به پروانه کردم و گفتم: چیزی نیست جانم، همه تو فکر میکنی. بده و کنا وقت شدم. انگار داشت حال هوایم تغییر میکرد اندک اندک. از شمس شناخت پیدا کرده بودم. گاهی از وقتها از شعر گفتنش مستفید میشدم و گاهی هم از اندیشه فلسفه او. هرچند امروزم نیمه از یافته هایم را مدیون او هستم، ولی او به من استادش خطاب می کرد که از من الهام می گرفت. من را چون چشمه گوارا و زلال خطاب می کرد که حیاتش به اون وابسته شده. روزها را به هزار فکر و خیال سپری می کردم. می رفتم دانشگاه، بر می گشتم و درس می خواندم، اما زمزمه های شمس اندکی در کنار خاطراتم جا خوش کرده بودند و با من بودند. از برکت او به خیلی از کتاب ها دسترسی پیدا کردم که در جستجوی آن بودم و مرا هم اندکی پخته تر کرده بود و باعث شده بود خیلی خوب با هم بحث کنیم. با این همه هیچ وقت قبول نمی کردم که من دوستش دارم یا عاشقش شده باشم. یک خلای خیلی بزرگ بین ما بود که خودم نمی فهمیدم چیست، اما احساس می کردم انگار نیمه گم شده ای داشتم که هنوز پیدا نشده بود. بعد از یک روز بی نهایت خسته کننده و طولانی، با سر و روی ژولیده از دانشگاه روانه خانه شدم. وقتی وارد حویلی شدم، خانم گندمی چهره و با قد و اندام بلند را دیدم. نشناختم اما پیش رفتم و سلام علیک کردیم و خانم هم با گرمی روبوسی کرد و احوال پرسی کرد و همینطور به دقت سر و پایم را برانداز می کرد. بعد تبدیل کردن لباس هایم مادرم صدا زد که به مهمان خانه بروم. با خستگی تمام افه کشیدم و داخل سالن شدم. یک خانم دیگر و 2 دختر جوان هم بودند.
البته آن یکی خانم دختر عمه مادرم میشد و آن دختر خواهر شوهرش بودند. دقایق نشستم پیششان از این که چهارتایی بر تمام حرکاتم دقیق چشم دوخته بودند، فهمیدم که کدام هدف آمده اند. بعد بلند شدم و بیرون آمدم. با شوخی با خود گفتم مقبول و شیرنک ندیدن تا حالا دیگر، کمتر ببینید حالا چشم میزنید. بعد من چه کار کنم؟ یا بیایم یک توته لباستان را قیچی کرده پیش خودم دود کنم تا در امان باشم؟ بعد رفتن آنها شب صحبت ها بود بین پدر و مادر و برادرم. بی توجه از همه گوشه نشستم و خودم را با گوشی مصروف کردم و با یگانه خواهرم که حالا عروسی کرده از من دور بود پیام میکردیم، که مادرم رو به من کرد و گفت دخترم چندین روز میشه از زرغونه شان به خواستگاری تو میآیم. خوب شد که امروز خواهرهای بچه تو را دیدن، زیاد هم تعریف کردن و خوششان آمدی سنم. گوشی را گذاشتم سر زانویم و رو به مادرم کرده گفتم من نمیخوایم، آماده نیستم هنوز و اصلا از او خانواده خوشم هم نیامد. چرا؟ حداقل بشناسشان بعد اتو جواب بدی. تا حال بچه را ندیدی، مهم نیست که ببینمش یا خیر، اما قبول ندارم مادر جان. میفهمی زرغونه زیاد تعریف کرد. بچه سر پای خود استاد است، حولی داره، موتر داره و سارانوال است. بهتر از این نمیشه دخترم. برادرت باز او بچه را دیده. درونم مملو از آشوب بود. آنقدر بغض گلویم را فشرده بود که بدون کلام بلند شدم از اتاقش. همین که دروازه را بستم قطرات اشکم شروع به بالیدن کردند. کنترلم را از دست دادم. نمیدانم چرا، اما دلم خیلی شکننده شده بود. چراغ‌های اتاقم را خاموش کرده و آهنگ گذاشته برایم تا تغییر روحیه کنم، که زنگ شمس آمد. با هم مصروف صحبت شدیم و هرچه غصه بود را از بین برد با شوخی‌ها و عادت‌های جالبش. در مورد خواستگار همراهش صحبت کردم. انگار تازه از خواب پریدم و خیلی هم متعجب شدم. حرفهای شمس باعث عصبانیتم شد و شدیداً بر خشمم افزودم. یکی از رمان‌های جذاب و عاشقانه‌ای که روایت داستان واقعی است، شمسی که عاشق دختری به نام سنم می شود و در نهایت بشنوید و ببینید که چی می شود. این بود قسمت چهارم داستان که تقدیم شما عزیزان کردم. تا قسمت های بعدی شما را به عزت بی نیاز می سپارم. لطفا نظریات خود را در کامنت با ما شریک ساخته تا موضوعات بعدی را بهتر از امروز برای شما تقدیم نماییم. بدرود.